اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که اینطور نشه. ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهم ات ای دوریت آز بد خدا همه رکت باشد خدا چندیست شعر مرا میگوید من اما بسیار بود که میدانستم خاموشی آغاز سالهای فراموشی است. آغاز سالهای فراموشی تأمین آتیه ارثیه‌ای برای همسر و فرزند، اما ناگهان واژه‌ها به رقص جنون سرریز میشدند. چندیش درد مرا میگوید و در غربت همیشگی آن که دوست دارد گلهای خانه پدری را وقتی سپیده می آمد همراه با خدا و شیشه های هشتی هم رنگ عشق می شود. آنجا که چشم های تو شاید در انتظار معجزه‌ای خشکیده روی جاده صبح است، آنجا که مهربانان باری یکان یکان رفتند و ماه کوچه های جوانی با چادری به رنگ پریشانی از شهر ما گریخت. بسیار بود که خاموشی آغاز سالهای فراموشی بود. با زندگی دوباره نشستن و دسته دسته نعمت دنیا را از سفره‌های گسترده در لابلای خالی وجدان بستن، اما آن چشم ها هنوز نمک پاش است. بر زخم های کهنه تبعیدی وقتی که روی صبح وطن آن چشم های مانده به در آمیزه ای از آتش و خون را پرتاب کرده بود تا شاهدی نماند از نسل ما که گم شده بودیم در حاله مقدس یک اتفاق تاریخی، وقتی که سامری گوساله طلایی قلبش را از قله فریب فرو آورد و انقلاب را یک لقمه کرد. چندیست شعر مرا میگوید و حرفهای من هذیان بیغشی است که میروید بی آنکه ترس بداند. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 29 دسامبر، دو روز دیگه به سال نو، 8 دی ماه، یک روز دیگه به شعبد بازی و نمایش 9 دی رژیم که داستانشو امروز براتون میگم. در واقع امروز سندی رو فاش میکنم براتون که خیلی جالبه و میفهمید که قوه قضاییه ولایت فقیه تا چه حد پاکه، تا چه حد این آدم هایی که در اونجا کار میکنن به عنوان معاون، مدیر کل، سخنگو چه کردن و در جریان انتخابات 88 چه عوامل پشت پرده زمین ساز بزرگترین تقلب تاریخ ایران شد. اما پیش از آن، قبل از اینکه برم به اون سنت ها بپردازم که بسیار به نظر ما مهمه، بگذارید باز من یه موضوعی رو در رابطه با این کانال های مذهبی براتون بگم. ببینید این کانال های مذهبی زیادم شدن، چون از این ور شیعه است، از اون ورم سنی. معقول بگم بهتون غیر از یک کانال سنی ها، شاید در حدی که من دیدم که تندی میکنه و حتی نوع ظاهر آقایون گویندگان یه خود عجیب غریبه، در موارد دیگه من دیدم آدم های مؤدب و معتدلی هستن. مثلا من یه مورد رو بگم، یه کسی زنگ زد شروع کرد به شیعه ها بد گفتن از دبی، و این آقایی که گوینده بود گفت اصلا هم چیزی نیست، ما اصلا دشمنی با شیعه نداریم،
ما سالها قبل از این حکومت آخوندی شیعه و سنی با هم زندگی میکردن، دو نقطه نظر و عقیده داشتن، نه به هم ناسزا میگفتن نه توهین میکردن. این رژیم بود که اساس و پایه اینا رو گذاشت. اما یه موضوع جالب بهتون بگم، داستان این بود که این آقای قزاونه رئیسشون تو کانال ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی ولایت میاد و دروغای رو میگه، بی سواد، جمله عربی رو غلطی میخونه، ترجمهش رو غلط میگه. و خیلی جالب بود، آمده بود استناد به یک روایتی میکرد، یک نقلی میکرد که صاحب صحیح بخاری گفته قرآن مخلوقه و نازل نیست، و مرتب استناد میکرد به صفحه از اون کتاب. این آقای گوینده مچشو گرفت، یک ساعت تمام یه نماینده فرستاده بود روی خط که بیاد ازش دفاع بکنه، یک ساعت همینطوری مرتب میگه بله در این کتاب آقا نوشته که قرآن خلاصه این مخلوقه. این آقا میومد براش میخوند، میگه آقا بخون، این محمد ابن اسماعیل بخاری در مورد قرآن گفته قرائت قرآن، کسانی که قرآن رو میخونن، تلاوت میکنن یا میخونن، نوع خواندنشان این ساخته است، ساخته شد. خب طبیعی است قرآنی که مرحوم ذبیحی میخوند با قرآن ببخشید عبدالباسط عبدالصمد فرق میکرد، قرآنی که ام کلثوم خونده فرق میکنه با قرآنی که قاره دستگاه ولایت میخونه. به هر حال اینا با هم تفاهم، خیلی هم تو ایران قشنگ قرآن میخونه، واقعا بعضی از قرائت ها فوق العاده است. میگم آقا جان این آقای بخاری منظورش تلاوتگران، قرائت کنندگان بود. میگه افعال تالین، اون باز داد نه آقا مگه نگفته گفته اینجا. خلاصه من یک ساعتی نشستم اینو نگاه کردم و پیش خودم گفتم خدایا چرا باید ما به این نقطه برسیم که ساعت ها بشینن درباره قول کسی در باب بخاری این بحثا بشه؟ چرا؟ چون قزاونه بی سواد معنی لغت رو نمیدونه، به همین دلیل. و یه نکته رو بهتون بگم، ضرری که اینا به مذهب تشیع میزنن ضرر عجیب غریبی است، ضرر عجیب غریبی است. و نمیدونم اینا شاید مأموریتشون همین بوده، حرف آقای شریعت‌مداری و چند تن دیگر درست بوده در این زمینه که و درست بوده که این حرفا رو میزنن. به هر حال امروز نمیخوام حالا در سال روزهای پایانی سال برگردم، ولی چون این مسئله توجه منو جلب کرد و منو یک ساعت و نیم نشوند، گوش کردم به دقت و تماشا کردم و چقدر اون آقایی که از اون طرف به نمایندگی از قزاونه اومده بود بی سواد بود. این قزاونه رو که بهتون میگم اینا یک خاندانه، دو دستم هستن، یه دستشون قزاونه آمریکا نجف تهرانه، پدر در اونجا مسجد و نوکر کاخ سفید و آقازاده روزه انگلیسی میخونن، در نجف میرن دست آقای سیستانی رو میبوسن، در تهران پای آقای خامنه ای رو، توپ توپ هم از اوضاعشون، روز به روز هم زمین و مسجد و حسینیه، از بنیاد علوی هم 1 میلیون بیشتر نصیبشون شده. یه قزاونم این قزاونه نوکرای ناصر ابوالمکارم و این سردستشون که میرید اونجا میبینید و چقدر بی سواده، چقدر عربیش بده، همه رو غلط میخونه، اعراب رو اصلا بلد نیست و اینو گذاشتن دفاع از مذهب اهل بیت بکنه. گفت گر تو قرآن بدین نمتخانی ببری رونق مسلمانی. اصلا وجود تو وقتی ظاهر میشه این ضرر و خنجر به مذهب شیعه است. آقا بذار مذهب شیعه رو 4 تا آدم حسابی بیان صحبت کنه، چه آقا خسروشاهی نمیاد، علامه سید هادی خسروشاهی بذار اون بیاد که اقلا با اهل سنت هم آشنا، 4 تا آدم بذار حرف بزنن، نه این آدم های بی سواد که حالا هم مکلا دارن هم معمم. اما در این دو روزه مسعود بهنود زنگ زد گفت ببخشید همش خبر بد بد میدم، جهانگیر بهروز درگذشت. در واقع شاید بگیم کهنسال ترین ما بود،
مردی که خیلی مبتکر بود. یه وقت در ایران اومد نشریه خارج به انگلیسی زبان منتشر کرد، اکو آف ایران رو در آورد. تو این سال هم بیرون هر کاری میکرد، خیلی هم جالب بود، خیلی هم به من لطف داشت. هر بارم میرفت ایران میمد، قراری میذاشتیم برام گزارش میداد آقا چی بود، تلویزیون چطور بود، مطالب چطور بود. درود به روانش و حتما در جزئیات بعدی هم مراسم تجلیل از او، از روحش و زندگیش اشاره خواهم کرد. و همینطور حالا این خبر ناراحت کننده بود، یه خبر خوشم شنیدم. تلفن زنگ زد، همسر دوست درگذشتم ستار لقایی زنگ زد، عفت بانوی لقایی، و احوال پرسی و احوال پکاوش پسرش رو گفت حسین سردبیر اینجاست. برای ما حسین سردبیر حسین سرفراز است. و چقدر شادمان شدم با حسین سرفراز سخن گفتم که منو برد به اون سالهای دیر و دور. او عباس پهلوان دو یار همیشگی بودن با هم و ما هم که بچه هاشون بودیم. به هر حال درود میفرستم به حسین سرفراز بار دیگر. بله، حالا بدیم سر مطالبی که حتما باید بهش اشاره کنیم. تو جریان این چند روزه که من نبودم و دو برنامه تکراری پخش کردیم که چقدر مورد توجه شما قرار گرفت. من رفتم کامنت ها رو دیدم و هم در ایمیل هایی که برای من فرستادی خوب بود، برای اینکه این دو برنامه یادآوری کرد. یه طرف نماد جمهوری خواهان، کسی که آقای مهندس شریعت مداری نگاه و روشش، و یه نفرم ولیعت سابق ایران که مشروط خواهان و سلطنت طلبان به او دل بستن، اومد چه روشن و آشکار حرفاش رو زد. و چقدر این حرفا رو دوتا هر دوشونو کنار هم میذاشتیم به هم نزدیک بود. مهندس شریعت مداری البته بخشی رو از گذشته ها گفت، ولی آنچه راجع به امروز میگفت خیلی جالب. امیدوارم یه روزی ما پیوند اپوزیسیون رو با هم ببینیم. حادثه ای که منو به شدت متاثر کرد کشتن چند شهروند افغان در ایران. چقدر تلخ بود، چقدر تلخ بود. یاد این غربت افغان ها میافتم. باور کنید کشورتون درست میشه، مطمئن باشید افغانستان روز به روز بهتر خواهد شد، باز میگردید، سربلند خواهید بود. یادتون باشه ملت ایران در عموم رو مقصر ندونید، جمع محدودی هن، اهالی ولایت فقیه هن، اونها هستن که تبعیض روا میدارن. حالا شما اگر عراقی و شیعه بودید جزء حزب الدعوه اینو رو سرشون میذاشتن. از این طرف هم اگر از نه همه شیعه های افغانستان، نه هزاره ها، فقط نوکران محسنی اگر بودید، آصف محسنی، اون وقت رو سرشون جا داشتید. ولی افغان های زحمت کش، درود بهتون میفرستم که ایران رو دوباره ساختید، مدیون شما هستیم. اگر دلگیری داشتیم از حمله محمود و اشرف افغان، اون دلگیری تاریخی که اونم باز تقصیر صفویه و روش و رفتارشون بود، شاه سلطان حسین و ملاهای دور برش، اما امروز به شما دین بزرگی داریم. شما ایران رو بعد از جنگ ساختید و ما نیز باید کمک کنیم در بازسازی افغانستان. به هر حال تسلیت میگم به خانواده این عزیزانم و بسیار متاسفم که چنین اتفاقهایی میفته. بله، بریم سر موضوعی که خدمتون عرض کرد. ببینید در فردا رژیم جمهوری اسلامی باز بساط نهدهی رو برپا میکنه که یک تظاهرات قلابی برنامه ریزی شده درست کردن که بیان محکوم کنن تظاهرات جنبش سبز رو و اعتراض مردم رو به بزرگترین تقلب انتخاباتی در تاریخ ایران. و این خیلی بر من جالب بود که دوستان من در ایران لطف کردن، اسنادی رو برای من فرستادن که من به این اسناد اشاره میکنم که نگاه میکنید در شورای نگهبان
آقای محمد رضا علیزاده قائم مقام جنتی عضو حقوقدان شورای نگهبان چه نقشی داشته از پیش و چه جور آمادش کرده بودن برای تقلب بزرگ در انتخابات. حالا مال جنتی هم لابد رو میشه. من اینه که خدمتتون عرض میکنم تمام رو اسنادش رو دارم، یعنی اینجا سندها یکی به یکی من اینجا میتونم به شما نشون بدم. بله، حالا بعد سعی میکنم اینا رو روی سایتم بگذارم که ببینید داستان چیز. اما داستان رو براتون میگم. حضورتون عرض کنم که این اسناد میتونست در داخل ایرانم منتشر بشه، اما متاسفانه در دستگاه آقای روحانی هم فاسدهایی هستن که متاسفانه مانع از انتشار چنین اسنادی میشن. این اسناد مربوط به دو ماه پیش از کودتای 88 شرکت سایپا دیزل که آقای مرداد بذرپاش آلندلون دستگاه احمدی نژاد و جوان محبوبشون قراردادی می‌بنده با آقای محمد رضا علیزاده قائم مقام علی جنتی در شورای نگهبان و عضو حقوقدان. قرارداد چیه؟ قرارداد شرخری وصول چک بهش میده. حالا یه نکته رو یادتون باشه، آقای علیزاده به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان و قائم مقام جنتی حق گرفتن کار بیرون نداره، چون در اونجا 10 میلیون تومان حقوق میگیره، اتومبیل داره، مزایا داره، پاسدار داره، به هیچ وجه اجازه کار بیرون کردن نداره. اما پس پرده میارنش باش قرارداد بده. چیه قرارداد؟ حالا قرارداد ببینید، در ظاهر کاملا قانونیه. در یک فقره مبلغ 52 میلیارد ریال به او و همکارانش به عنوان حق البوق پرداخت میشه. در بندهایی از قرارداد اشاراتی از خیلی جالب، میگه مبلغی معادل 50% از مبلغ توافق شده در اختیار علیزاده و شریکش قرار میگه، دو تا وکیل. حالا کیان این وکلا؟ یکی آقای علیزاده است، یکی آقای حسین سفریان نودهی که از دوستان صمیمی علیزاده است و یه نوعی هم دلالشه و براش کار میکنه. قرار شده کارهای اجرایی دست او باشه که یکی مچ علیزاده رو نگیره که از نظر قانونی حق نداره. آقای علیزاده قراری که میذاره اینه که چون جزء شورای نگهبانه، چون نفوذ در قوه قضاییه داره، همون لحظه که قرارداد رو با بس پاش میبنده 100% قول وصول میده. کدوم وکیله بتونه این کارو بکنه؟ شاید بدهکار رفته بود، مرده بود، از کشور خارج شد، اما اون 100% قول وصول میده. چرا؟ چون این باند با همن، باند سپاه، باند اطلاعات سپاه، امنیتی، حراست قوه قضاییه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، اینا همه با همه، همه گرد یک محور دور میزن. مطابق قانون رسمی کشور، عضویت در شورای نگهبان هم که گفتم شغل ثابت تلقی میشه و اعضای فقیه و حقوقدان حق ندارن در بیرون از شورا به کار آزاد بپردازن. تاریخ عقد این قرارداد دقیقا 2 ماه قبل از جنبش سبز، قبل از کودتای 88. خب 2 ماه قبل انتخابات در راه، میان یک قرارداد نان و آبدار تقدیم آقا میکنن. علیزاده میدونید که اهل قائم شهره، همشهری اسفندیار رئی مشایی، با هم دوستن و قبلن هم با هم ارتباطاتی داشتن و بعد از کودتای 88 هم ایشون پیوست به تیم مشایی و میلیاردها به جیب زد. و خیلی جالبه که من اینا رو که خدمتتون میگم، دوستی از قوه قضاییه لطف کرده بود اینا رو برای من فرستاد. متن قراردادی که شما نگاه میکنید خیلی جالبه. اولش میاد 25% مبلغ حق الوکاله پس از صدور رأی بدوی به نفع موکل، 30% پس از قطعی شدن فلان،
همه اینا میگه یک سال هم قرار داد هست، ولی اینا قول دادن در عرض 3 ماه کار رو تموم بکنن. این خیلی جالبه. و در عرض 3 ماه کلک کار رو میکنن. خب اینم از گفت کرامات شیخ ما. این از شیره را خورد و گفت شیرینه. حالا آدم میبینه علیزاده و اخوی فاسدش و اون مجموعه فساد چجوری قبل از انتخابات پول گرفتن برای اینکه تقلب کنن، برای اینکه صندوق ها عوض بشه، برای اینکه کامران دانشجو بیاد شعبده بازی و حقه بازی بکنه و اون دروغ ها رو بگه و کشور رو با اون بحران و مصیبت دوچار کنه. در حالی که آقای موسوی اگه رئیس جمهوری شده بود، کشور روی مرحله آرامشی میرفت، آرام میشد، یک نوع به اصطلاح در جامعه حالت اعتدال به وجود میومد. و متاسفانه چنین نشد و این بازی ها رو ما شاهدش بود. خب تو این جریانات شما مشاهده حتما کردید که یک نقاش، یک هنرمند جوان آتنا میان میبرنش به زندان. حالا من متنشم دارم. آتنا فرقدانی یا فرقدانی، حالا فامیلش رو درست من نمیدونم، ولی نامه‌ای دارم ازش به خط خودش که نوشته شرح مصیبت خود رو داده، که گفته من متولد 9/11/1365 هستم، در مقطع کارشناسی هنر با معدل 19.78 در دانشگاه الزهرا تحصیل کردم، داشته فوق لیسانس رو میگرفته میرفته، بعد جلوش رو گرفتن دستگیرش کردن، حالا بی حرمتی ها و مطالبی رو که در زندان بر سرش اومده اینا رو گفته که من از همکارام خواهش کردم که فیلمش رو برای شما پخش کنن که امیدوارم در برنامه فردا مشاهده کنید. و این فیلم یک نوجوان ایرانی با اون همه آرزو و امید میاد و میشینه و حرف میزنه، درد دل میکنه. شما فکر کنید برای او مثلا 1 میلیارد وثیقه بگذارن. چرا؟ چرا؟ چه جنایتی مرتکب شده؟ و داستان برخوردش رو با قاضی میگه که این قاضی فاسد آلوده، قاضی که در واقع پرونده های بسیار عجیب غریبی داره و ایشون اشاره میکنه در اینجا بهش که بازرس چگونه با او رفته. در توالت زندان 2 تا لیوان کاغذی برمیداره که روش نقاشی بکنه، میان و با وقاحت او رو وادار میکنن که بعد لباس رو در میارن که بازرسی بکنن ازش. اینا فقط به خاطر اینه که یه زندانی رو تحقیر کنن، بترسونن. به خصوص یه زندانی اگر جوان باشه، اگر جوان باشه اینقدر خوب میتونن رو روحیش تأثیر بذارن و آزارش بدن. این همه نفرت ایجاد کردید، این همه شکنجه و آزار دادید، نتیجه‌شو داریم میبینیم در همه زمین ها. همینطوره. دیروز یا پریروز چند تا از این سایت های وابسته به آدم خورا وابسته به اون بعد یه خبری منتشر کردن که بله، ایران جمهوری اسلامی یه هشدار قطعی داده به عربستان سعودی که خلاصه باباتون رو در میاریم اگر نفتتون رو کم نکنید و قیمت نفت نره بالا و دست از توطئه ها بر نداره. بعد خبر به صورت دیگری منتشر شد که آقای روحانی یک نامه نوشته برای پادشاه سعودی و در زمینه مسائل اتمی و نفت باهاش صحبت کرده. بعد معلوم شد که حسن و حسین هر سه دختران مقاویان. گفتش که آقا جان حسن و حسینن. بله پسرم بودن هر سه. آن گفت هر سه دختران مقاویه، سه تا نبود، دو تا بودن، بعدم معاویه است و مقاویه نیست، اینا پسران علی. حالا در جمهوری ولایت فقیه 90% خبرها جعلیه، به خصوص تو این سایت ها نگاه کنید، باستاب، تابناک، رجا نیوز، همه ساختگی. یعنی یه تیم نشستن آقا صبح خبر بساز،
هیچ کدوم خبرها واقعیت نداره، نه شرافت روزنامه نگاری و قلم رو رعایت میکنن، جعلیات پشت هم مینویسن، چرند مینویسن. و من فقط برای آقای محسن رضایی بسیار متاسفم که این سایت تابناک اون تتم آبرویی رو هم که داشت به باد داد. اسباب تاسفه این اخویشون آقای دکتر امید، شاید لازم بود با آقای بهشون یه تذکراتی میداد. باری گفت جمهوری اسلامی 90% هم خبرها رو تکذیب میکنه. آقا شما در سوریه دخالت توی نه، ما مشاورانی فرستادیم و برای دفاع از حرم حضرت زینب، اه ولی نیروهای شما تو قلمون دارن کشته میشن نزدیک مرز لبنان، این به حضرت زینب چی کار داره؟ نه حضرت رقیه، نه سکینه، نه زینب، هیچ کدوم کسی بهشون حمله نکرده. شما در عراق نه، آقا ما یه عده مشاور فرستادیم. عجب، چرا سرتیب حمید تقوی کشته میشه اونجا؟ داستان چیه؟ حمید تقوی قرارگاه های مختلف جنگ های غیر منظم در نزدیک مرز عراق بوده در دوران جنگ، بعد از جنگ هم تو عراق مثل محسن چیزری در عراق خیلی فعال بوده، حالا هم وردست قاسم سلیمانی است. چی شد؟ نه آقا ما در عراق دوستانه رفتیم اونجا و ما قصد دوستی دارم. خب قصد دوستی، آخه باید از حرم سامرا و کربلا هم حفاظت کنیم، احتیاجی نیست. او شعبون و طیب عراقی ها خیلی بیشتر از شما دارن. نگاه کنید دیگه، همینا که ریختن بلای جون سنی ها شدن، یعنی میان مثلا منطقه رو از دست داعش بگیرن و خودشون خرابش کنن. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگن پایان سال شادی و شور و رقص در همه سوی عالم. با درود دوباره، چقدر رقص زیبایی بود، چقدر زیبا. در واقع تمام آسیای میانه، رقصهای شرقی، همه با لباسهای مختلفی که داشتن در این تجلی پیدا میکرد. خیلی زیبا بود، بسیار زیبا بود. شادی کجا این گناهه؟ آیا شما با دیدن این دچار حال وسوسه های شیطانی میشین؟ ابدا. شاد میشید، پای میکوبید. اصولا رقص، حالا به صورت هر نوع بهش نگاه میکنید، اون موقعی است که بدن تمام اون فشارهای داخلی رو میریزه بیرون، سلامت میشه روح بعد از یک رقص. چرا صوفیه بهش توجه داشتن؟ در پایان برنامه امروزم یه تکنیک دیگه میبینید، مشاهده خواهید کرد که این مسئله در عرفان ما، در مذهب ما، در شیوه زندگی ما جای خیلی مخصوص داشت. حالا آخونده میدونم که حرام است، حرام است بخاطر که تو نگاهت فاسده، نگاه تو فاسده. رقص بد نیست. چه بگویم از دست این آخونده که چه بلایی به سر مملکت ما آوردن. ما کشوری داشتیم مثل آدم زندگی میکردیم، همه چیز الان پنهانی، همه چیز. یه نفر به من میگفت که آقا نگاه کن امروز هنرپیشه‌های ما در سطح جهانی ظاهر میشن، اون وقت نبودن در سطح جهانی، خیلی زور نمیزن، نیازی نداشتن. مملکتی بود سالی 100 تا 150 تا فیلم ساخته میشد، تماشاگرش رو داشت، کارهای خوبم توش انجام میداد. بنابراین این مصیبتی نبود که یارو همینطوری بخواد بزنه به سطح جهانی برسه. حالا میمد. الان چون اونجا امکان نمیدن، استعدادهای ما میان بیرون، نصیب دیگران میشن. گلشیفته فراهانی الان رسیده به یه سطح بین‌المللی، هنرپیشه‌های دیگه داریم در این سطح هستن، خانم آقداشلو همینطور، شهره آقداشلو و هنرپیشه‌های دیگری داریم. وقتی هنرپیشه جدایی نادر و سیمین میاد در یه فیلم بزرگ در نقش یک زن و آقای معادی میاد و در فیلمی که داستان یک زندانی گوانتانامو با یک سرباز آمریکایی است، افتخار میکنه آدم، خوشحال میشه. ولی این به منزله این نیست که اون زمان ما هنرمند نداشتیم، داشتیم، هنرمندان برجسته ای هم داشتیم. ولی امروز به خاطر این تنگنایی که برای سینما ایران وجود داره، شون نگاه کنه هر فیلمی رو اینا به یه بهانه توقیف میکنن، هر فیلم قابل دیدن. من فیلم متروپول کیمیایی رو یک مقدمه‌ای براش نوشتم و توی تلویزیون پخش کردیم، حتما مشاهده کردن بینندگان.
این فیلم احتیاج داشت که اصلا مثل این که کشتن فیلمو، مثل که دستهایی بود که این فیلمو در داخل ایران بکشن، نگذارن جون بگیره بیاد رو مثل بقیه فیلمایی که میایید. بعد سانسور شدیدی که تو فیلم شده بود اصلا وحشتناک بود، وحشتناک شد. الانم شنیدم که خانم معتمد آریا جزو نامزدهای اسکار و فیلمشون رفته به اسکار، خدا رو شکر. آرزو میکنم یه روز البته بنده پسرم نیما رو ببینم که جزو نامزدهاش نامینیت شده. فیلم دومش فیلم متفاوت از پروژکت ایکس است، فیلم امریکن اولترا، جسی آیزنبرگ و یک مجموعه ای از هنرپیشه‌های خوب هالیوود توش بازی میکنه. باری بریم سر بحث و گپ و گفتمون. اون روزگاران طاغوتی، اون روزگاران دوران خوش اختناق اسمشو بگذاریم. جالبه همینجوری برمیگردم به عقب، یک مصاحبه ای رو میدیدم پوپک از صدای آمریکا با دکتر عباس میلانی انجام داده بود، جز اون برنامه‌ای که در واقع پروفایل انسان‌های معاصر هست. میلانی از زندانش میگفت که آقای ثابتی اومد نشست روبرو من، با من صحبت کرد و بعد به من گفت که بیا تو تلویزیون توبه کن آزادش کنیم. گفتم نمیام، ولی میگم دیگه کار سیاسی نمیکنم، چون پی بردم به اشتباهم. ما تصور میکردیم که شاه نه میخواد که ایرانو مدرن بکنه نه اجازه داره، حالا فهمیدیم که هم میخواد هم میتونه. بنابراین منم میخوام بیام بسازم، درس بدم کاری که بلدم. بعد میگه آزادم کردم، فقط یه تعهد دادم تو کار سیاسی نرم، اومدم زندگی کردم. چقدر قشنگ بود برام حرف زدن یک روشن فکر آزاداندیش که در قید و بند این بازی ها نیست. حالا بعضی ها خجالت میکشن از اینکه زنده موندن، چرا نکشتنشون؟ میاد توجیه میکنه آقا من به این دلیل که من اینجوری شد و من کلک زدم. آقا اصلا اینا رو نگو، بگو زنده ماندم برای زندگی، برای اینکه دوتا کتاب بنویسم، دوتا فیلم بسازم، استاد دانشگاه بشم، مهندسی بشم، خدمت کنم به هموطنانم، یه جاده بکشم، طبیب بشم، بیمارانشون رو شفا بدم. آره توبه نامم نوشتم، از زندان اومدم بیرون زنده موندم. برای اینکه توجیه کنن چرا آقای رجوی رو نکشتن صد جور بهانه میارن. بالاخره آقا پادگورنی پادرمیانی کرد، آقای ثابتی رفت نشست پادرمیانی کرد، گفتن ایشون همکاری خیلی خوبی با ما داره میکنه، زنده مون. چه بهتر. ای کاش موسی خیابانی هم اون سرنوشت رو در جمهوری اسلامی نداشت، زنده مونده بود. امیر پرویز پویان هم زنده بود، عبدالکریم حاجیان سپوله همکلاسی من، شاگرد اول دانشگاه در سال 46، کاش زنده بود. از بچه های مدرسه ادب اصفهان شاگردای زنده یاد محمد حقوقی، او، هرمز شهدادی، جابرزاده انصاری، بچه های با سواد درجه یک. خیلی از هرمز شهدادی دور شدم. کجای هرمز؟ او و عدنان قریفی، هر دو. عدنان یه بار تماس کرد، متاسفانه تماسمون قطع شد. بله امیدوارم که حتما وسیله ای بشه در سال آینده. از نفیسی شاعر عزیزم پرسیدم که خبر داری؟ گفت از سال 50 خبر ندارم. باری اون دوران قبل کریسمس که میشد، علاوه بر مسیحیان که به هر حال کاجی بر میافراشتند، خیلی ایرانی هم کم کم متوجه شدند این کاج افراشتن سنت ایرانی است، از مذهب مهر آمده. و حالا در جمهوری ولایت فقیه هم البته برای اینکه نمایشی بدن که آقا اینجا آزادی مذهبی است و غیره، که اون برمیگرده به روحیات مردم ایران، کریسمس رو بریم یه فیلم کوتاهی از نگاه کنیم که حتما شما هم در خود ایران متوجه این شدید. آرزوهای خوب برای شروع یه سال خوب، فقط سلامتی بعدم برکت برای همه. بزرگترین آرزویی که دارم اینه که برفیاد، یه عالم برفی
هی درست کنه لیو های چون سال نو رو به همه تون تبریک میگم، تنتون سلامت، دلتونم خوش، همه چیزای خوب و آرزو میکنیم دیگه، برای صلح جهان، برای کشورمون ایران. ارامنه کشورمون از سنت های سال نو میلادی هم برامون گفتن. مسیحیان عزیزم در ایران مثل ایام نوروز ما به دید بازدید میرن و سال نو رو به هم تبریک میگن، به هم هدیه میدن. ما شب سال نو رو با خانواده هستیم، جمع میشیم همگی دور هم، مثل رسوم ایرانیا سبزی پلو با کوکو و ماهی و روز بعد از شب کریسمس دور هم جمع میشن و داخل کلیسا مراسم مذهبی انجام میشه. هم بدنان آشوری و ارمنی تبریک و شادباش میگویم. میونه این همه دعا و صدا یکی مصاحبه این جوان آلمانی خیلی به دلم نشست. آقا میخوان از کریستن گیبت. احساس خوبی دارم که سال نو میلادی رو تو ایران هستم و خوشحالم از اینکه اینجا هم میتونم مثل خونه خودم کریسمس رو جشن بگیرم. و یکی هم دعای اسقف اعظم که این شب عیدی دلش پیش مسلمانای مظلوم و ستم دیده منطقه بود. امیدوارم سال جدید سالی توأم با صلح و صفا و دوستی بین همه ملت‌های جهان، مخصوصا برای ملت‌هایی که در رنج هستند در عراق و سوریه و فلسطین. آمین یا رب العالمین. خب دو تا نکته اینجا جالب بود. یکی این که خبرنگار مراسم کریسمس رو بین ارمنی‌های ایران از یه مسلمان می‌پرسید، بعدم میگه مثل ما ایرانی ها. خب ارمنی ها هم جزی از ایرانیان هستن، درسته یک نژادن، یک قومن با زبان متفاوت و مذهبی که با مذهب اکثریت فرق داره، ولی ایرانی هن. ایرانی ارمنی هستن و یا ارمنی ایرانی هستن. نکته دیگر این بود که اسقف اصلا عراقی است و لهجهش هم شاید متوجه می شدید و اینا در عراق ظلم بسیاری بهشون شد. این جانوران داعش، الان یه خبری داشتم که این جانوران در طول همین چند ماه اخیر 1000 نفر رو اعدام کرد. این حیواناتی که به اسم اسلام، اسلام ناب محمدی سلفی صالح، حالا هرچی اسمشو می زارن، اینها آمدن و نوع جدیدی از جنایت رو عرضه کردن. قبلا خب بن لادن و دار دستش بودن که به یک لمحه 4 انسان رو به آتش کشیدن، دود کردند و به هوا فرستادن. حالا اینا هم اومدن سر میبرند و البته قبلا ملا عمر هم طالبان افغانستان هم از این جنایات کرده بودن. واقعا چه میتوان گفت؟ در واقع گفت بی‌همتی کشورهای منطقه است که مجال میده اینا رشد کنن. خیانت کسانی است مثل نخست وزیر سابق عراق و دار دستشون که باعث میشه اینا در عراق به وجود بیان. از ظلمی که به مردم عراق سنی ها میشه سوء استفاده میکنن و میان به عنوان منجی و نجات دهنده سنی ها وارد عرضه میشن و از کمک اونها هم برخوردار میشن. به قول دوستی میگفت نقشبندی های عراق که حالا دنبال روی معاون صدامن، اما در کل اینا نقشبندی هن، بسیارشون کردن و اینا آدم های صوفی هستن، عارف هستن، اینا با سربریدن اصلا بیگانه هن. ولی نفرتی که مالکی ایجاد کرد در دل اینها باعث شد اینا برن همراه بشن با این آدم کشان داعش، دولت اسلامی عراق و شام. بله، در طول روزهای اخیر البته ضربات سنگین رو متحمل شدن. درود بر کردها، مناطق وسیع رو بازپس گرفتن. شنیدم وقتی آقای لاریجانی میره به کردستان، اول رفت سلیمانیه با مام جلال ملاقات کرد، با دکتر برهم ساله و با شخصیت‌های دیگه، با قباد طالبانی، و بعد رفت به اربیل که با پرزیدنت مسعود بارزانی و همینطور نیچیروان برادرزاده و نخست وزیر کردستان ملاقات هایی داشت، همینطور با شخصیت های دیگر. و شنیدم در یکی از صحبت هاش آقای لاریجانی اشاره کرده بود که به هر حال خوشحالیم که شما موفقیت هایی داشتید و
و امیدواریم در کنار نیروهای جهادی، اون نیروهای شیعی که اومدن بجنگن و ارتش عراق بتونید کاری کنید. بارزانی بهش نگاه کرده و گفته بود آقای لاریجانی یادتون باشه ما کردها بودیم که با جان خودمون، با مقاومت خودمون عراق رو حفظ کردیم. بله عراق رفته بود. به اون دوستانتون در بغداد بگید متوجه این موضوع و اهمیت این موضوع باشن. به هر حال جنگ و درگیری بسیار شدیدی ادامه داره در همین روزها و من آرزو میکنم عراقی ها موفق بشن این فتنه آلوده رو، این فتنه جنایتکار رو از سر راه بردارن. در سوریه اپوزیسیون سوریه سفری به قاهره داشتن و در اونجا با دبیر کل اتحادیه عرب گفتگو کردن. ما فیلمش هم به نظرم داشته باشیم. رفتن گفتگو کردن و حاصل این گفتگو این شد که اون طرح مسکو و طرح اتحادیه عرب با همدیگه آمیخته به هم بشه و اینا بتونن یک گفتگوهایی رو آغاز کنن. روسا میگن بیان در مسکو. لطفاً فیلمش رو پخش کنید در مذاکرات اپوزیسیون سوریه در مصر، ملاقاتشون با دبیر کل اتحادیه عرب. و بعد مسئله مهم اینه، حالا بحث بر سر این در قاهره باشه یا مسکو باشه، مصری ها یه موضع خیلی خوبی گرفتن. پسر عموی بشار رفت به قاهره و گفتگو کرد و مصری ها تأکید کردن باید بشار بره کنار. بشار اگه بره کنار، آقای ماخوس سفیر ائتلاف یا سفیر اپوزیسیون در فرانسه که سفارت در اختیارشه، ایشون هم تأکید کرد، ایشون برادرزاده ابراهیم ماخوس وزیر خارجه سوریه در دوران مثلث یوسف زعیه نوردین آتاسی و ابراهیم ماخوس است. ایشون هم آقای بره که رئیس ائتلاف هست و صحبت میکنه در رابطه با این کنفرانسی که ائتلاف تأکید میکنه باید ائتلاف در واقع این کنفرانس رو اداره کنه. به معنای دیگر نمیتونیم برین چهار تا از نوکرای بشار رو بیارید بگید اینا اپوزیسیونن. نه، ما ائتلافیم، نماینده ارجح و افضل اپوزیسیون و با ارتش آزادم در ارتباط تنگاتنگ، بنابراین ما آمده. منتها ترکا موش میدونن چون اونا میخوان جبهه نصرت، اونا و قطری ها میخوان جبهه نصرت هم توی کار بیارن و این شدنی نیست. بالاخره بعد از چند روز معلوم شد خلبان اردنی که هواپیما F-16ش سقوط کرد و او با چتر بیرون پرید، این داعش نبوده که این هواپیما رو با موشک بزنه، اون همچین وسیله‌ای در اختیار نداره، اونم F-16، بلکه هواپیما دچار حادثه‌ای شده که هنوز نمیدونن، نه آمریکایی‌ها گفتن نه اردنی‌ها، ولی اردنی‌ها اخطار شدیدی به داعش دادن که اگر خلبان رو صحیح و سالم آزاد نکنن، اونا البته به دنبال آزادی یک زن جنایتکار، زن یکی از تروریست‌های عراقی هن که رفت و با چند نفر دیگه رفتن چند بمب گذاشتن در هتل‌های اردن و این خانم هم می‌خواست در یه هتل بگذاره که دستگیر شد و اون زمان یکی از قربانیان مصطفی عقاد، فیلمساز معروف، سازنده فیلم رساله یا پیامبر و فیلم چیز بود عمرالمختار و اونم کشته شد، عروسی دخترش بود در هتل شراتون به نظر. به هر حال میخوان اینو با این عوض بکنن که حالا باید دید به کجا خواهد رسید. مذاکرات پس پرده‌ای در جریان است در لبنان، به خصوص آقای لاریجانی هم رفت اونجا سفر کرد با نبیه بری تمام سلام، نخست وزیر، وزیر دفاع گفتگو کرد، خیلی با ادعا که شما چرا یه میلیارد دلار اسلحه ما رو نمیگیریم مجانی میخوایم بدیم. اونم گفتن آقا اسلحه شما به درد ما نمیخوره، آمریکایی‌ها دارن مدرن‌ترین اسلحه رو میدن، 3 میلیارد هم عربستان سعودی به ما اعتبار داده، داریم از فرانسه مدرن‌ترین سلاح‌ها رو میگیریم، تفنگ حسن موسی شما رو میخوایم چیکار کنیم، تانک T-54 اصلا به درد نمیخوره همچی تانکی با این تانکای جدیدی که دارن. ها تو این وسط من دارم یه برنامه میسازم، بهتونم گفتم دو تا نکته خیلی جلب توجه هم کرد که حتما حالا سعی میکنم که
با دوست عزیزم بهزاد معصومی، خلبانه سرایم بهزاد معصومی، با او این موضوع رو صحبت خواهم کرد. یه فیلمی دیدم خیلی جالب، آقایی که چند روزی بعد از انقلاب به فرماندهی نیروی هوایی انتخاب شد و من در این برنامه راجع به کتابش گفتم که چقدر در اون قلب حقایق شده، روی کینه‌ای که به مرحوم خاتم داشت اومده بود که آره ما رفتیم امریکا، من گفتم F-15 بخرین چون 9 میلیون دلار قیمتش بود، او گفت F-14 که 38 میلیون دلار بود، گفتم F-14 نیاز داره که ما کارشناس و متخصص از امریکا بیان به ما آموزش بدن، ولی F-15 رو خودمون بلدیم چون شبیه F-4 و F-5. اولا من تعجب کردم چطور یه آدمی با این سطح دانش درباره هواپیماها فرمانده عملیات بوده، یا بیچاره محمد رضا شاه. ایشون میخواد یه جوری ثابت کنه که این معامله خاتم پول گیرش اومد، در حالی که حالا من در اون برنامه‌ای که میسنم بهتون نشون میدم F-14 ما رو در جنگ ایران عراق نجات دادن، همون F-14 چقدر خوب بود آدم این دل رو صاف میکرد، چقدر خوب بود آدم با قضاوت که میخواست بکنه کینه ها عقده ها، چرا اون درجه به من نداد، چرا ربیعی فرمانده شد من نشدم، اینا رو آدم چقدر خوب بود میذاشت کنار. آقا ربیعی رو کشتن، رهاش کن دیگه، خاتم با کایتش خورد به کوک کشته شد، رها کن دیگه، محمد رضا شاه پوسید استخوانش. بعد توجیه فرماندهی تو میکنه، احتیاجی نداره، نیروی هوایی احتیاج یه فرمانده داشت. اگر به خاطر آشنایی شما با زنده یاد فروهر، با مرحوم بازرگان شما اومدید انتخاب شدید، بد نیست، شما باید تلاش میکنید نیروی هوایی رو حفظ کنی. بنابراین چرا همش میخوای توجیه کنی که آره من اینجوری مخالفت نکردم، من اونجا شاهد شما بودم، من اومدن شما رو به دفتر آقای مهندس بازرگان شاهد بودم، چه در مدرسه رفاه، چه در نخست وزیری، چه در ستاد ارتش، تمام اینا رو دیدم، هم تیمسار نوروزی رو دیدم، شما رو هم دیدم، تیمسار فلاحی رو دیدم، تیمسار ناصر فربود هم دیدم، ولی الله قرنه رو هم دیدم، همه اینا رو پوشا، همه اینا رو دیدم. و شما دیگه نمیتونی بیا الان توضیح بدی بگی بله نه آقا من به این دلیل اینجوری، بله مخالفت کردم با آخوندها، نه نکردی. ای کاش حالا که سال میلادی داره نو میشه، حداقل به تعصی از مسیح، به تعصی از حالا نمیگم تعالیم مسیح، دل رو پاک کنیم و به تعالیم سهراب سپهری بگویم روح رو باید بشوییم. ما ایرانیان نیاز به این داریم روحمون رو بشوییم. حسادت، بخل، کینه میاد تا جلوی چشمامون رو میگیره، نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم ببینیم چرا طرف داره راه میره. اما وقتی بهمون میگن آقا طرف دچار یه بیماری صعب العلاج شده، گریه میکنیم، افسوس میخوریم. عجیبه، ما روحیه خیلی عجیبی داریم، روحیه عجیب. چند روز پیش براتون نوالی رو پخش کردم از دات‌کان که خوب خدمت اینا رسید در مورد فوتبال. یه جایی حمید رسایی هم یه جمله گفت و بعد تهیه کننده من گفت آقا این جمله جالب بود پخش نکردیم. این جمله رو از حمید رسایی ببینید، اینان دیگه آخوند اینه، هم در وقاحت، هم در دروغگویی، هم در ببخشید پررویی. نگاه کنید، از پرونده هامون پرونده فوتباله، به دلیل اینکه حجم گسترده‌ای از بیت المال اونجا هست و طرفدار خیلی زیادی داره، مردم نسبت به این موضوع ناراحتی دارن. ما وظیفه داشتیم رسیدگی بکنیم که همین رسیدگی، همین بحث مالیات ها. چند روز پیش یکی از بازیکن‌ها خب ممنوع الخروج شد برای اولین بار. شما قبل از این شنیده بودید که بازیکنی ممنوع الخروج بشه به خاطر مالیات؟ زیاد نه اعلامم بکنن. بله بله. خب تو همین آدم ای کاش روشو کم میکرد، چون این یه بازیکن ایشون دنبالش بوده، باج خواسته بهش نداده، میاد میگه خیلی های دیگر هم نذاشتن برن به بهانه اینکه مالیات ندن و خیلی مسائل دیگه. و این مسئله است در همه دنیا هم هست، شوماخر خیلی ها به خاطر مالیات ندن گرفتاری های
فراوون داشتن، بازیکنان تنیس به خصوص رقمای نجومی میگیرن. به هر روی ای کاش این آخون میرفت تو قوم، میرفت اونجا الفیهش رو میخوند و درس میداد، جامع المقدمات رو تو سر طلبش میزد، میرفت همونجا ضرب زیدون امرن، به فوتبال کاری نداشت. آقا پاتونو تو هر جا میذارید متعفن میشه، بو میگیره، برید بیرون، برید بیرون از مملکت. نه نمیگم مملکت باشید، برید دنبال کاسبیتون، برید توی سرقبرها، برید حرم حضرت معصومه، برید حضرت عبدالعظیم، به کارتون برسید. همه مطالبونم اب نداره. فردا ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. ایرزا نوری‌زاده، همه شما را به پروردگار عاشق